بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان نهایت عزیز و بینندگان محترم تلویزیون اصلاح. خدا کنه همگی سالم و سرحال باشین. به یک جلسه دیگه از جلسات مضمون کیمیا صنف 11 هم خوش آمدین. در مبحث امروزی ما و شما عنصر کلسیم مورد بحث و بررسی قرار میگیره. همون رقمی که در جلسات قبلی ما و شما خونده بودیم که عناصر شبه فلزات، عناصری که خواص امفوتریک داره و در نقاط مختلف جدول دورانی یا میتونیم بگیم در گروپ های مختلف موقعیت دارن، یعنی تمام از اونها در عین گروپ نیان. و چیزی که یعنی نظر به خواص اینا موقعیت هایی که برای از اینا انتخاب شده به خاطر از اینه که فاصله یا حد مرز بین عناصر فلزی و غیر فلزی ایجاد بکنن و یعنی جدول مندلیف به می اساس ترتیب شده جدول دورانی. و یکی از جمله عناصر عنصر برون بود که روز بیشتر ما و شما خوندیم که از مرکبات از امو سنگ های معدنی مختلفی میتونستیم ما استحصال کنیم و خواص و امو مرکبات متفاوتی داشت. یکی از جمله عناصر مهم دیگه عنصر سیلیکون میباشه که ما و شما مورد بحث قرار میدیم. عنصر سیلیکون در گروه چهارم جدول دورانی در دوره سوم موقعیت داره و بعد از عنصر کربن عنصر دومی در همه گروه یعنی گروه چهارم می باشه که معمولا عنصر کربن از جمله عناصر غیر فلزی جامد می باشه و عنصر سیلیکون به صورت شبه فلز قرار داره. و خود از این نسبت به کربن میتونیم بگیم دارای خواص متفاوت تره به خاطر از اینکه کربن میتونه رابطه یگانه دوگانه و سگانه تشکیل بده، در حالی که بعضی خصوصیات برای سیلیکون قابل مشاهده نیه. و معمولا کربن با اکسیژن کربن دای اکساید می سازه که به وسیله عملی تنفس او میتونه توسط موجودات زنده علل خصوص حیوانات افراز بشه یا آزاد بشه از وجود از اونها، در حالی که سیلیکون با اکسیژن وقتی که تعامل میکنه مرکب متفاوت می سازه و او روابط به او شکل که کربن ایجاد میکنه نمیتونه ای ایجاد بسازه، اما با آن هم میتونه که بعضی از ویژگی های مشابه خود کربن داشته باشه، ولی چون به صورت شبه فلز در کل یعنی کل خصوصیات یا همرنگ یا مشابه نیه. و خود از این به صورت جامد معدنی در قشر زمین وجود داره، میتونیم بگیم با فیصدی خوب در طبیعت وجود داره در ترکیب سنگ ها که به صورت سنگ های یا ریک خود از او به صورت SiO2 یا سیلیکون دای اکساید میباشه. ساختمان الکترونی سیلیکون در حالت عادی و تحریک شده در اینجی توضیح میشه. ببینین خود عنصر سیلیکون Si نمبر اتمی از او 14 میباشه و وزن اتمی او 28 که ما شما ساختمان الکترونی از این عنصر رگبی هم ترسیم بکنیم. یک S2 دو S2 دو P 6 سه S2 و سه P 2 می باشه. خب حساب میکنیم دو دو چار چار و شیش ده دو دو دوازده و دو میشه 14، یعنی نمبر اتمی و 14 که 14 الکترون به این شکل ما شما توضیح کردیم. عنصر کربن هم خواص از او اینه که یا ساختمان الکترونی از او که به 3s2 البته او به 2s2 و 2p2 ختم میشه. این هم ساختمان الکترونی از اینا در کل عناصر گروه چهارم به ns2 و np2 ختم میشه. اگر حالت تحریک شده از این ما شما نوشته بکنیم میگیم 1s2 2s2 2p6 3s1 و 3p3 به این حالت میباشه. این حالت هایبریدی یا حالت تحریک شده از این هست که یعنی در داخل مرکبات به این حالت میتونه وجود داشته باشه که به حالت باثبات و حالت پایدار میرسه، در حالی که باز این حالت بی‌ثبات از اونه که میتونه یعنی آماده به تعامل بدن بشه و بالاخره به این حالت در بیه. این حالت باز قابل تغییر به سادگی نمیتونه باشه. و خواص و موارد استعمال عنصر سیلیکون رو ما شما داریم. سیلیکون عنصر شبه فلز خود از او اما قسمی که گفتیم رنگ سبز تیره مایل به آبیر داره و در خود از او در کل یعنی زیاد میتونیم بگیم در طبیعت پیدا میشه و معمولا به شکل SiO2 یا سیلیکون دای اکساید میباشه
و خود از یک ماده سخت و شکننده می باشه که معمولا امو رگ‌های را اگر یا سنگ‌ها را اگر ما و شما در نظر بگیریم، سنگ‌های عادی یا رگ‌های عادی میتونه که در ترکیب از اونو سیلیکون دای اکساید وجود داشته باشه، یعنی یک ماده هم سخته و هم میتونه شکننده باشه. و اکسایدهای از این اکساید سیلیکون دارای درجه غلیان و ذوبان بلند می باشه، یک ماده مهم در صنعت در صنایع و همچنان در صنایع معمولا خود وسایل الکترونیکی و همچنان در تولید وسایل میتونیم بگیم ذخیره کننده اطلاعات مثل ترانزیستورها میتونه باشه که خود سیلیکون به حالت نیم حادی میتونه که عمل بکنه و به او خاطر که در ترانزیستورهای کامپیوترها و حافظه ها میتونه که نقش داشته باشه. خود در صنعت شیشه سازی میتونه ما شما یا هم شیشه های معمولی کلکین ها را اگر نگاه کنیم از خود ذوب کردن سیلیکون و همچنان با چونه آب نرسیده یا با آهک یا کلسیم اکساید و همچنان سودیم کاربونیت میتونیم که شیشه های معمولی کلکین ها رو ما شما بسازیم، یعنی از ترکیب سیلیکون یا مو به صورت بالاخره با چونه زنده، یعنی اکساید های از او اکساید سیلیکون با چونه زنده و همچنان با سودیم کاربونیت میتونیم که ما شما شیشه های معمولی یا ساده بسازیم. اما شیشه های پایروکس یا شیشه هایی که در برابر حرارت و حریق میتونه که مقاومت داشته باشه یا ضد آتشه، اینا رو میگیم با سیلیکون با عنصر برون اکسی راسینایت میتونن که و همچنان آلومینیوم اکساید و سودیم اکساید اینا رو یکجا میکنن که در نتیجه یک الیاژ سختی از شیشه ساخته میشه که به نام شیشه های پایروکس یاد میکنه. یعنی ترکیب الیاژ های یا الیاژی میسازن از عناصر مختلف که برون هم در او میتونه که سهم داشته باشه. برون به خاطر از اینکه میتونیم بگیم یک ماده سبک و بسیار مقاوم می باشه، در حالت پیشتر هم گفتیم به صورت عایق میتونه که عایق حرارت قرار میگیره، یعنی به صورت تقریبا ضد آتش میتونه که برون وجود داشته باشه. و همچنان خود سیلیکون در ساختن حجره های آفتابی یا سولر ها معمولا مورد استفاده قرار میگیره که به منظور ساخت سولر ها یا مو حجره های آفتابی باید که ناخالصی های خود سیلیکون کمتر از 1 PPM باشه. PPM به معنای پارت پر میلیون میشه که باز در انشاءالله در ساعت پوانتون و سطوح بالاتر باز شما میخونید در کیمیای تحلیلی یکی از اصطلاحاتی که زیاد استفاده میشه PPM میباشه، یعنی پارت پر میلیون، یعنی اگر ما شما از لحاظ گرام حساب کنیم در 1 میلیون گرام از یک از خود فلز سیلیکون حتی به اندازه 1 گرام هم نباید ناخالصی وجود داشته باشه، کاملا به صورت خالص باشه. او زمان در ساختن سولرها یا امو حجره های آفتابی کاربرد داره و استفاده میشه. بعد میایم به قسمت استحصال خود سیلیکون. سیلیکون چی رقم استحصال میشه، از کدام منابع میتونه ما و شما او رو به دست بیاریم و استحصال بکنه؟ معمولا خود سیلیکون از امو به شکل ترکیبی در زمین وجود داره به خاطر از اینکه گفتیم باز هم یک عنصری که تعاملات کیمیایی زیاد انجام میده و به شکل سیلیکات ها در صخره ها وجود داره و به شکل SiO2 یا سیلیکون دای اکساید هم وجود داره که در روی زمین دیده میشه. سیلیکون خالص از ارجای کوارتز یا کوارتز دانه‌دار میتونه که ما شما به دست بیاریم، یعنی طوری ارجا میشه که سیلیکون از امو چارچ مثبت خود خوب به چارچ صفر میرسه در برابر کربن. البته ببینید روش استحصال از این عنصر سیلیکون زمانی که به صورت SiO2 یا سیلیکون دای اکساید در طبیعت زیاد یافت میشه، اما رقمی که گفتیم در ترکیب رگ و سنگ های معمولی وجود داره همراه با دو تا کربن وقتی که تعامل میکنه در نتیجه کربن میتونه باعث ارجاع عضوی بشه، در نتیجه میشه کربن دای اکساید، کربن مونوکساید. البته جمع سیلیکون، سیلیکون را ما شما میتونیم که به این شکل استحصال کنیم. برای توزین از این در اینجا 1-2 میدیم تا این توزین بشه و سیلیکون هم که یکی به این شکل این توزین هسته. خب سیلیکون خالص ما شما میتونیم که از داخل اکساید سیلیکون همراه با تعاملی که با کربن انجام میده ما شما میتونیم او استحصال کنیم و به دست بیاریم. بر صورت یکی از مرکبات مهم سیلیکون اکساید سیلیکون می باشه که به نام کوارتز هم ما شما او یاد میکنیم. یکی از اکسایدهایی که بالات جامد یافت میشه و با شبکه سبودی فوق العاده پایدار و مستحکم.
که در شبکه ساختمانی یا به بلوری سیلیکان دای اکساید، خود سیلیکان حالت اتم های کاربن را میتونیم بگیم که کاربن که در الماس میتونه باشه به مو حالت ای قرار داره، به مو خاطر استحکامیت فوق العاده زیاده میتونه که داشته باشه. و همچنان ساختمان کوارتز شکلیه که با کمک تفاوت یا با کمی تغییرات نسبت به الماس میتونه وجود داشته باشه، یعنی بیشتر شباهت های با الماس میتونه داشته باشه، به همون خاطر که خیلی یک ساختمان مستحکمیه. و سیلیکان دای اکساید به حرارت 1983 درجه سانتیگراد ذوب میشه، یعنی حرارت بلند در کار داره و هنگام سرد شدن میتونه که شکل بلوری خود خور از دست بده و مانند شیشه میتونه امورف باشه یا بیشکل میگرده، ییعنی حالت میگیره برای خود خود که میتونه بگیم تقریبا از جمله جامدات امورف میتونه باشه یا حالت بیشکل برای خود خود میگیره. و همچنان خود از او استحکام رابطه اکسیژن و سیلیکان در SiO2 باعث فعالیت کم از میشه، یعنی خیلی زیاد در تعاملات اینه میتونه که سم بگیره و در کل با کلوریک اسید و گاز فلورین میتونه با حرارت بلند تعامل بکنه یا میتونه روی از او تاثیر بگذاره. در غیر او حالت ها نمیتونه که، یعنی کدام اسیدی و یا بالاخره با حرارت ساده نمیتونه که ای ذوب بشه و تغییر شکل در او دیده بشه، به خاطر از اینکه گفتم فعالیت کیمیایی او کم میشه. و SiO2 یا سیلیکان دای اکساید خود از این عایق برق و ذریب انبساط از او هم کمه، یعنی خود از این منبسط نمیشه، به حرارت بالاخره پایین و بالا تغییر شکل در او ما و شما به سادگی نمیبینیم. و اشعه اکس و اشعه ماورای بنفش به آسانی از او میتونه که تیر بشه یا عبور بکنه. به او خاطر زمانی که خود ساختمان هایی که به صورت سنگی ساخته میشه هم، یعنی اشعه اکس یا اشعه به اصطلاح اکس ری میتونه از او عبور بکنه، به او خاطر لایه های از فلز سرب روی دیوارها قرار میدن یا یک لایه میسازن که عایق برای تیر شدن خود اشعه اکس در عملیه های اکس ری یا امو عکس برداری های استخوانی داخل بدن میتونه که بالاخره مانع باز بشه یا از او عبور نمیکنه. و سیلیکان دای اکساید به چندین شکل میتونه ما شما او داشته باشیم، در طبیعت پیدا میشه و به اصطلاح به شکل سنگ های آتش افروز و همچنان عقیق و پشم و عقیق رنگارنگ و همچنان ریگ و کوارتز، یعنی به حالت های مختلفه. امور رقمی که یکی از سنگ های معدنی در جلسات گذشته ما و شما خوندیم که کلسیم کاربونیت، به حالت های مختلفی مثل سنگ مرمر و بالاخره نام های مختلف یا به اشکال مختلف ما و شما در او میتونستیم که حالت های مختلف رو ببینیم. در سنگ سیلیکان یا مرکب سیلیکان دای اکساید ما شما این حالت های مختلف میتونیم مشاهده بکنیم. و خود سیلیکان دای اکساید خاصیت اسیدی میتونه داشته باشه، اما کدام تیزاب نمیتونیم بگیم از این ساخته شده، یعنی تا فعلا او یک تیزاب از سیلیکان دای اکساید ساخته نشده که ما با هایدریشن یا با تعامل از او با تعامل سیلیکان دای اکساید با آب بتونیم که او همچون تیزاب بسازیم. و به صورت مستقیم ای با بالای آب اثر نمیکنه، به مخاطر یعنی نمیتونه یک اسید در بسازه، ورنه باران هایی که میشه و رو رگ ها و رگ هایی که در داخل دریای باید محیط آب رو کلا اسیدی میکرد که این حالت حال خوشبختانه بگیم نمیتونه داشته باشه. و همچنان در صورت اسیدی نمودن محلول آبی سیلیکات ها، محلول آبدار سیلیکان دای اکساید تشکیل میشه. و خواص کیمیایی خود سیلیکان، سیلیکان کدام تعاملات کیمیایی میتونه انجام بده؟ در کل سیلیکان دای اکساید در آب و یا اسیدها گفتیم حل نمیشه، یعنی خاصیت حل شدن رو نداره چون که مستحکمه و تعاملات کیمیایی به سادگی انجام نمیده. و در کل سیلیکان دای اکساید با هیدروژن فلوراید تعامل میکنه و سیلیکان تترا فلوراید و آب تولید میکنه، یعنی باز هم یعنی با اسید بعضی اسیدها رو از این اثر میگذاره که اینجا ما شما تعامل از این داریم، تعامل HF همراه با سیلیکان دای اکساید SiO2 در نتیجه تعامل از SiF4 یا سیلیکان هگزاف تترا فلوراید و همچنان مولکول های آب استحصال میشه و به دست میایه. برای توزین از این ما شما در اینجا یک 4 اضافه میکنیم، این قسمت هم یک 2. خب به هر صورت سیلیکان هم درست شد و بالاخره سیلیکان دای اکساید و دیگه عناصر از این توزین شده.
خب به هر صورت این بود خصوصیات کیمیاوی از این که یک گوشه از ما شما اینجا توضیح دادیم. در کل یعنی سیلیکون دای اکساید به سادگی با اسیدها و با آب نمیتونه تعامل بکنه و تیزاب بسازه، ولی با میتونه با تیزابها تعامل بکنه و تغییر شکل در او به وجود میاد که میتونه بگیم سیلیکون هگزا تترافلوراید ساخته میشه. دیگه ما و شما داریم هایدراید های سیلیکون. سیلیکون میتونه با هیدروژن تعامل بکنه و مرکبات به نام سیلان ها بسازه، عینا مرکبات هایدروکاربن که ما شما در قسمت کیمیای عضوی تعاملات کاربن با هیدروژن رو میتونیم بگیم که نوع مرکبات مختلف ایجاد میکنه که به نام هایدروکاربن ها یاد میشه. ای باز مرکباتی که میسازه سیلیکان با هیدروژن به نام سیلان ها یاد میشه که نمونه مثال از ما شما در اینجی داریم و همچنان یک فرمول عمومی از اینا که عینا هایدروکاربن ها عمل میکنه. ببینین فرمولی که ما شما برای هایدروکاربن ها داشتیم، البته الکان ها CNH2 مثبت 2 ای هم همون رقمه که ما شما مرکب فرمول از این داریم SINH2N مثبت 2 به این حالت میتونه که ای در بیای. عینا فرمول عمومی خود هایدروکاربن ها که این مرکبات ما شما به نام سیلان ها یاد میکنه، سیلان ها و یعنی عینا مرکبات مشبو یا هایدروکاربن های مشبو می باشه که الکان ها میتونه بسازه، و با این تفاوت که این میتونه در هایدروکاربن ها هر قیمت بره خود خود بگیره در هایدروکاربن های مشبو، اما در سیلان ها این نمیتونه قیمت و از 6 اضافه تر باشه. یعنی آخرین مرکبی که ما شما داریم SI6 ده. به این حالت میتونه باشه آخرین مرکب از این SI6 H2 6 12 و 2 میشه 14، یعنی به صورت SI6 H14 میتونه که شکل بگیره یا به همین حالت به وجود بیایه. و همچنان رابطه SI یک رابطه ضعیف می باشه، در حالی که در کاربن ها کاربن با کاربن وقتی رابطه ایجاد میکنه این رابطه میتونه مستحکم تر باشه، و همچنان مرکبات بزرگر به مخاطر تولید کرده نمیتونه، در حالی که ما در کیمیای عضوی یا مرکبات عضوی داریم که کاربن با کاربن وقتی رابطه اشتراکی یگانه بالاخره یا دوگانه یا سگانه ایجاد میکنه میتونه مقاومت زیادی داشته باشه و تعداد زیاده یا زنجیره بزرگ میتونه که بسازه و تعداد زیاده از کاربن ها به هم میتونه که متصل بشه، اما در اینا حالت وجود نداره و همچنان رابطه های دوگانه و سگانه هم نمیتونه برقرار کنه، تنها میتونه رابطه یگانه عینا مرکبات مشبو ایجاد کنه. و سیلان ها خود از اون مواد بیرنگ و فعال میباشن و در موجودیت هوا اینو احتراق میکنه یا میسوزه، عینا هیدروکاربن ها. مثلا مرکب ما شما SI3 او 8 داریم، زمانی که با اکسیژن هوا ایر یک جا میسازیم در نتیجه تعامل احتراق میکنه که تبدیل به SI O2 یا اکساید سیلیکون میشه یا مو کوارتز به اصطلاح، و همچنان 4 مولکول آب هم تولید میشه، یک مقدار انرژی هم بالاخره از این تولید میشه که برای توزیع از این ما شما برای اکسیژن در اینجی 5 میده، 5 × 10 به این قسمت هم 4 × 1 = 4 و بالاخره اینجی هم سیلیکون رو 3 داریم، 1 + 3 هم به این قسمت میدیم 3 × 6 = 6 × 14 سه، بالاخره توزیع میشه به این شکل 4 × 2 = 8 توزیع شد، درسته. خب به هر صورت این بود خود خصوصیات هایدراید های سیلیکون که گفتیم میتونه مرکبات مختلف ایجاد بسازه، و همچنان در قسمت استفاده سیلیکون هم ما شما گفته بودیم که سیلیکون در کل میتونه که نظر به مو خصوصیاتی که داره میتونه مرکبات مختلف ایجاد کنه، و همچنان میتونیم بگیم که در بیشتر در ترانزیستورهای کامپیوترها از این استفاده میشه. موارد استفاده از این ما شما یک بار دیگه هم مرور میکنیم. خب در کل عنصر سیلیکون ما شما موارد استفاده از این اگر ما شما در نظر بگیریم، خود از این عنصر سیلیکون یکی از موارد استفاده از این گفتیم برای ساخت امو حجره های آفتابیه، و همچنان میتونه در ترانزیستورها یا حافظه های کامپیوترها هم میتونه که بالاخره نقش داشته باشه. خب شاگردای عزیز، مبحث صنف 11 ما و شما در همین قسمت آخرین جلسه بود، به اتمام میرسه. انشاءالله موفقیت و
پیروزمندی و همچنان کامیابی دنیا و آخرت برای همگی شما شاگردای عزیز آرزو میکنم. خدا کنه که درس ما به اون نواقص که دیشت مورد توجه و همو پسندیدگی شما قرار گرفته باشه، تا ای که باز بالاخره بتونیم خدمت بیشتر انجام بدیم و بالاخره ارائه دیگه اگر داشته باشیم شما رو بر لای پاک و بی نیاز میسپارم. موفق و کامیاب باشیم.